سلام دارم به شما بینندگان عزیز برنامه روز اول با بیژن فرهودی در لندن که هر شنبه ساعت 22 به وقت ایران توسط شبکه جهانی پارس بر روی ماهواره‌های هات برد، یاسد و گلکسی 19 برای شما عزیزان پخش میشه. امروز در لندن در حضور یک چهره ادبی هستم، چهره بسیار ناماشنا، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبی که مدتی است از ایالات متحده به بریتانیا تشریف آوردند. سلام دارم به شما دکتر احمد کریمی حکاک، سپاسگزارم که دعوت منو برای حضور در این برنامه پذیرفتید. سلام های فرهودی، از دعوتتون بسیار سپاسگزارم و از مجالی که پیش آوردید که به همت شما سخنانی در به حضور بینندگان و شنوندگانتون عرضه کنم. خیلی خوشحالم. دکتر حکاک، من آخرین بار که شما رو دیدم در ایالات متحده بود. بله. حدود فکر کنم 2 سال یا 3 سال پیش در یکی از این سخنرانی هایی که در دانشگاه مریلند اسکی داشتید. بله. چگونه شد که تشریف آوردید به بریتانیا؟ من امسال استاد مهمان هستم در دانشگاه لندن، در مدرسه آفریقایی و شرق شناسی این دانشگاه، و علت اینکه اینجا هستم این است که یکی از کارهایی که من در طول کاریر دانشگاهی من انجام دادم ساختن مرکزهای ایران شناسی در دانشگاه‌های مختلف، دوتاش خودم درشون شاغل بودم، دانشگاه واشنگتن در سیاتل و دانشگاه مریلند، و چند تایی هم که در غیابن کمک کردم بهشون، و الان مرکز ایران شناسی در ایران بسیار زیاد در آمریکا زیاد شدن. 3 سال پیش یک کمیته بررسی کرده از این دانشگاه از بخش آفریقایی و شرق شناسیش و ایراداتی گرفتن به برنامه های فارسی و برنامه ایران شناسی به اصطلاح ایران استادیز و پرشن استادیز. اینها چون با سابقه که از من داشتن آشنا بودن، از من دعوت کردن که بیام اینجا و بهشون مشاوره بدم و کمک بکنم که این بخش ها رو هم گسترش بدن و هم بروز بکنن. یعنی اینها به نظر میرسیده که در طول 30 سال گذشته درس های زیادی اضافه نکردن که باید بکنن و در این حال متقاضیشون زیاد شده، و همینطور چون برای آینده هم پیش بینی کردن که متقاضیان به خصوص در رشته های فوق لیسانس و دکتری، متقاضیان ثبت نام در این دانشگاه در مقولات ایران شناسی یا مطالعات زبان فارسی بیشتر خواهد شد، آماده باشن برای استقبال بیشتری که افراد مسائل ایران شناسی میارن جوانهای نسل بعد از من. به جوانها اشاره کردید. در ابتدا دوست دارم یک مقداری راجع به خودتون، راجع به پیشینتون صحبت کنید برای نسل جوان ایرانی که ممکنه با نام شما اونچنان آشنا نباشه. بگرم چشم، با کمال میل. من در سال 1322 در شهر مشهد به دنیا اومدم. 19 سال اول زندگی رو در اونجا بودم، مدرسه ابتدایی و دبیرستان رو اونجا رفتم، بعدم در کنکور دانشگاه تهران قبول شدم و به دانشگاه تهران رفتم، یعنی از مشهد به تهران منتقل شدم. 5 سالی در تهران بودم، 2 لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفتم و همینطور بعدم به خدمت سربازی رفتم. بعد از اینکه این کارها انجام شد به آمریکا آمدم و به آمریکا آمدم و تحصیلاتم در سطوح فوق لیسانس و دکترا در آمریکا ادامه دادم و در سال 1979 از دانشگاه راتگرز درجه دکتری گرفتم در ادبیات تطبیقی. بعد از انقلاب من به ایران برگشتم و امیدم این بود که بتونم در اونجا، ما هممون در اون سالها هر کس می آمد به خارج برای تحصیل، امیدمون این بود که و قصدمون این بود که برگردیم و در وطن کار خودمون را آغاز بکنیم. خب من وطنی که بهش برگشتم وطنی انقلاب زده بود و 1 سال که دانشگاه باز بود بعد از انقلاب سال 1972 یا 1357 سال تحصیلی خیلی خوب بود، یک نظامی که به آزادی چندان دلبستگی نداشت سقوط کرده بود، نظام دیگر هنوز شکل نهایی و امروزی خودش رو نگرفته بود، در نتیجه فضای بازی ایجاد شده بود، دانشگاه در اختیار دانشجو بود و در توی اون 9 ماه اول میفهمم که به بهار آزادی معروف شده بود. بله، نه تنها بهار، پاییز بعدش هم همینطور، تا اینکه در اردیبهشت ماه 1359 یعنی 1 سال و اندی بعد از انقلاب آمدند و انقلاب فرهنگی راه انداختند. اون انقلاب فرهنگی بود که دانشگاه ها رو به تعطیل کشوند و دانشگاه ها اون موقع ما نمی‌دونستیم چقدر تعطیل خواهد بود. بعداً معلوم شد که بعد از 3 سال کم کم شروع کردن به باز کردن دانشگاه، چون فکر کردن اون
کار اسلامی کردنی که در قصدش داشتم انجام شده، ولی در اصل من چون اوایل کاریرم بود نمیخواستم در اونجا بمونم و کار دانشگاهی نداشته باشم، و چون در آمریکا هم تعلیفات داشتم و بعضم بد نبود فکر میکردم که میتونم شغلی بگیرم در یکی از دانشگاه آمریکا. این است که به آمریکا برگشتم و در دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل در شمال غرب آمریکا است در سال 1985 مشغول شدم. 19 سال در اونجا خدمت کردم و بعد هم دانشگاه مریلند از من دعوت کرد که بیام مرکز ایران شناسی اونجا رو بشناسم، که دیگه اون دوره رو شما خوب می‌شناسید و همشهری بودیم. بله درسته. دکتر حکاک، گرایش سیاسی شما چگونه بود؟ من از آغازش اگر بخوام یک برچسب به خودم بزنم، من یه لیبرال هستم. یک در دوران جوانی، من خب در دوران کودکی و نوجوانی همه ما آرمان امحای فقر رو داشتیم. فقر در اطراف من بسیار نمایان بود و دیده میشد و این فقر خب جوانان آرمان خواه رو واقعا اذیت میکرد و من هم یکی از اونها بودم و فکر میکردم که میشه به خصوص در کشوری مثل ایران با ذخایر عظیم زیرزمینی و همینطور فضای بسیار مساعدی که داره میشه فقر رو از بین برد. هیچ یادم نمیاد در 14 سالگی من برای اولین بار سفری کردم به گیلان و مازندران با پدر و مادرم و در اونجا یکی از یادداشتایی که برای خودم دارم تازگی ها پیداش کردم این بود که وقتی که زمین اینقدر غنی است و مردم اینقدر فقیر، اشکالی در کاره. این رو من در دفتر یادداشت خودم نوشته بودم در سن شاید 15-16 سالگی، 14-15 سالگی. به هر حال میبینم که خب الان میفهمم که قضیه اون آسانی نیست، ولی از نظر سیاسی که میپرسید، من همیشه از یک سو با کمونیسم در مفاهیم ایدئولوژیکش اونقدر قرابتی حس نکردم در خودم و اینها رو خوندم. من واقعا در طول تحصیلات دانشگاهی مثلا خود مارکس و انگلز رو خوندم. خیلی از دوستان چپگرای ما در ایران آثار دیگران رو درباره مارکس و انگلز و فلسفه اونها از تاریخ میخوندن. من چون مدرسی بوده روی کردم به این قضایا، خودشون رو خوندم و در نتیجه میفهمم، ولی خب موافقت چندانی در خودم حس نمیکردم. و از طرف دیگری البته با سرمایه داری لگام گسیخته غرب هم بعد از اینکه دیدمش فهمیدم که میانه ای ندارم. در نتیجه اگر شما بخواید منو در جایی بگذارید میتونید بگید یک سوسیالیست لیبرال هستم، یک لیبرال سوسیال لیبرال هستم، از نوعی که مثلا مکتب فرانکفورت اونه. فلسفه مارکسیسم رو میفهمم در مورد تاریخ، ولی اینکه بشود اون جهان آرمانی رو با انقلابی به دست آورد اونطور که مثلا در روسیه عمل شد، اون رو من عملی نمیدیدم هرگز و در نتیجه باش موافقت و همراهی نداشتم. بدون شک شما یکی از روشنفکران ایرانی هستید. خیلی از روشنفکران وقتی باشون صحبت میکنیم الان در این دوره های مثلا 30 سال از انقلاب، 35 سال گذشته، گاهی اوقات پشیمانن از اون فعالیت هایی که در گذشته میکردن. آیا شما چند این حس پشیمانی رو در خودتون حس کردین؟ نه، پشیمانی نداشتم. تعدیل شده نظریات من. شاید بشه گفت در آغاز چپروی بیشتری داشتم، ولی چون هرگز خودم متعهد ندونستم به مکتب مثلا مارکسیسم یا مارکسیسم لنینیسم یا مارکسیسم لنینیسم استالینیسم یا از نوع کمونیسم از نوع ماو و اونطوری که در آسیا در بعضی از کشورهای آسیایی شکل گرفت به خودش، با اونها هیچ وقت همراه نبودم. در نتیجه اگر تصحیح شده بخشی از حرکتی بوده است که من در طول زمان فکر کردم آرمان خواهی جای خودش رو داره و بسیار خوبه، ولی آرمان متعلق به تقویم زندگی یک نسل نیست، یک دوران دیگری رو طی باید بکنه و بسیار بطی پیش میره. و میبینیم الان در کشور آمریکا که یکی از کشورهای که درش دموکراسی برقراره و آزادی ها سر جای خودشون قرار داره، ولی اصلا کامل نیست اون جامعه. همین روزها الان با وجود من در انگلیس هستم، خب دنبال میکنم مسائل آمریکا رو، میبینم که مسائل نژادی، تبعیض نژادی بسیار زیاده، نژادپرستی زیاده. این است که ولی تفاوت در اینه که اونها نهادهای لازم برای این کار رو تعبیه کردن و در جامعهشون وجود داره و مکانیزم‌های ضروری برای رسیدن از
ناکاملی‌های بیشتر به ناکاملی‌های کمتر، یعنی نزدیکتر شدن به اون کمال آرمانی انسان، اونها جوامعی مثل انگلستان، آمریکا، جوامع اروپایی، این دموکراسی‌ها بیشتر در موقعیت بهتری قرار دارن تا هر کشور دیگری که خودش رو سرسپردی یک ایدئولوژی میکنه، خواه اون ایدئولوژی مذهبی باشه، خواه اون ایدئولوژی به شکلی سوسیالیست باشه که در جهان که جهان تجربه کرده و عملا دست رد به سینه‌اش داده. دکتر اکاک، قطعی راجع به تخصص شما صحبت کنیم، ادبیات تطبیقی. اصولا وضعیت ادبیات ایران رو دوست دارم اینجا الان ارزیابی کنید، اون چیزی که در دوران سالهای قبل از انقلاب بود و اون چیزی که الان شما شاهدش هستید. چشم، با کمال میل. در هر دو این دورانها ما روشنفکرانی داریم که به طرف آزادی گام برمیدارن در متون خودشون، گاهی در زندگی های شخصی خودشون ممکنه کم بیارن. این بسیار اتفاق میفته که انسان خودش کمال خواه است ولی خودش از خواسته های کمالگرای خودش ممکنه کم بیاره. این است که ما در هر دوی این دوران و اساساً در دوران مدرن، از بگیریم از اوایل قرن بیستم مثلا از انقلاب مشروطه به این طرف، ادبیات درخشانی داشتیم. خب از یک طرف ادبیات شکوهمند گذشته بوده، پس پشت هر کسی که می‌خواست شعری بنویسه یا داستانی بگه در نتیجه زمینه فراهم بوده برای خلاقیت ادبی، و از طرف دیگه آرمان‌خواهی بوده که همیشه ادبیات سعی کرده با معایب و نواقص موجود در جامعه به صورتی روبرو بشه و یک جنبه ایژوکیشنال یا آموزشی به متون خودش بده که اون جنبه آموزشی افراد بهتری رو به عرصه بیاره. و این اتفاق افتاده. ما نمیتونیم مثلا فرض کنیم نقش چرند پرند ده خدا رو یا یکی بود و یکی نبود جمالزاده رو در تکوین آرمان آزادی و در حرکتی که جامعه ایران کرده از اون زمان تا الان در دو سه نسلی که از دوره این بزرگان میگذره نادیده بگیریم. همینطور نوع آگاهی هایی که صادق هدایت به وجود آورد، اگرچه متاسفانه در بعضی آثار او اثراتی از نژاد پرستی میبینیم، ولی خب در اون زمان اینطور بود که بخشی از گناه عقب افتادی ایران رو روشنفکران به گردن اسلام میگذاشتن، در حالی که من اصلا مشارکتی در این ندارم. من اسلام رو دین میبینم که خود ایرانی ها ساختن، به این و به عنوان یک پدیده تاریخی بهش نگاه میکنم، نه یک پدیده ماورای طبیعی الهی. بارها من این رو گفتم که به نظر من نه در لحظه مرگ محمد ابن عبدالله و نه در لحظه گذشتن سپاه اعراب مسلمان از فرات و دجله و ورودشون به ایران، هیچ کس نمیدانست که یک آیین جهانی پدید آمده. آیات و روایات پراکنده محمد گفته بود از سر خیرخواهی و تمام شده بود. در فضای تعاملی این رشته آرمانهای جدید با دو تمدن زرتشتی ایران در ایران ساسانی و مسیحی بیزانس بود که این آیین رفته رفته شکل جهانی چه پیدا کرد و کسانی که این آیین رو ساختن همراه با عرب‌ها عجمان بودند، که این عجم در ذهن من فقط به ایرانی اطلاق نمیشه، بلکه همه کسانی که زبانشون زبان عربی نیست ولی این ظرفیت بالقوه رو میان در این آیین که به یک آیین جهانی تبدیل بشه. ولی دکتر اکاک، آیا فکر میکنید هجوم اعراب به ایران به ادبیات ایران لطمه وارد کرد، اون کتاب سوزی که در ایران به راه انداختن مثلا؟ البته مقدار ایرانی ها مبالغه کردن در طول قرون درباره این کتاب سوزی ها، اونها در جاهای اتفاق افتاد که خب بالاخره بشر اون زمان رو نمیشه، خود ایرانی ها هم اگر جای تصرف میکردن از این به اصطلاح کجروی ها در امان نبودن، بشر گونه دیگری میاندیشید. ولی نه، اگر شما فکر میکنید که من معتقدم که ایران دوره ساسانی ادبیات بهتری آفرید، من شواهدی در داله بری نمیبینم. متون زرتشتی اتفاقا خصوص در دوره ساسانیان بسیار به افساد کشانده شده بود و مغان زرتشتی چنگالشون بیشتر در بافتارهای سیاست وارد بود تا هر زمان دیگری که روحانیون مسلمان این کار رو کرده باشد. این است که نه، من از ایران باستان یک آرمان نمی سازم. البته جای افتخار داره حضور کسانی مثل کوروش و
داریوش رو نمیشه نادیده گرفت، ولی اینها هم امپراتورهایی هستن. بعضی مثل بعضی امپراتورها امپراتورهای خوبی هستن، مثل بعضی از امپراتورها امپراتورهای خوبی نیستن، ولی از اینها آرمانی برای جهان امروز ساخته نمیشه. با همین سالهای اخیر که این منشور کوروش رو به آمریکا آوردن، اینا یه عده دم گرفته بودن که این اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر است. نه، چنین چیزی نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر تا 1948 نبود و به همت حالت سمبولیک میگویند داره که اجازه داد یهودیان در بابل آزادی. بله، یعنی یک شاهی بود که در رده شاهان خوب، بله، شاهان نیکوکار، شاهان به اصطلاح ملت دوست قرار میگیرن و اون وحشیگری نداشت، اگرچه زندگی خود کوروش هم خالی از قتل و غارت و جنایت نیست. میتونید میخوام بگم این که ما آرمانی میسازیم از اون گذشته و اون رو در برابر اون چیزی میبینیم که اسلام بده، چون فکر میکنیم عرب ها این اسلام را آوردن، در حالی که عرب ها میگم لحظه‌ای که وارد شدن به دو منطقه حوزه تمدنی ایران و بیزانس اصلا این آیین ساخته نبود. یعنی شما فهمید اسلام ایرانیزه شد؟ نه اینکه ایرانیزه شد، ایرانیزه هم شد، البته در هر کشوری سرنوشت خودش رو به دست آورد، ولی شما نمیتونید اسلام رو در حوزه تمدنی زبان فارسی بدون علی حجویری، خواجه عبدالله انصاری، عطار نیشابوری، مولوی اینها ببینید و تصور کنید. اگر چیزهایی بود، آیات و روایاتی بود، اینها تبدیل شدن به یک سیستم کاملی که میشه باش موافقت کرد، میشه باش مخالفت کرد و در این حال از توش میشه هم بن لادن در بیاد، هم میشه شمس تبریزی در بیاد، مولوی در بیاد. یعنی یک سیستم باز و بسیار گشاده است که از هر جاییش میشه هر چیزی رو تعبیر کرد، درست مثل یهودیت و مسیحیت. از این نظر همه کتاب‌های مقدس یک شکلند، چون میتونید و میخونن کسانی هستن که امروز تورات رو میخوان به تعبیر چشمی در برابر چشم، دندانی در برابر دندان تبدیل بکنن. امروز مسیحیت رو کسانی هستن که میخوان کاملا منتظر بکنن از مسائل اجتماعی. ولی خب هیچ مذهبی از این نوع یک چیز نیست، جنبه های مختلف، ابعاد مختلف و اضلاع متفاوتی داره و هر فرهنگی میتونه از داده های خودش و از گرفته های خودش استفاده بکنه. دکتر حکاکانی، در ایران بسیاری معتقدن که این اسلام، اسلامی که الان اون نوعشو که الان میبینیم، اون نوع ایران ستیزشه و خب وقتی میگن ایران ستیز به ادبیات فارسی هم لطمه وارد کرده. اگر شما موافق هستی با این نظریه؟ اگر شما منظور تو حکومت ایران امروز، این فقط یه نامی از اسلام گرفته، این یک حکومت جابر دیکتاتوری است و فاسد که نامی از اسلام گرفته. همین حکومت و همین نوع سیستم میتونست به نام آزادی این کارها رو بکنه. نامها رو با محتوای مذاهب ما نباید قاطی بکنیم. حکومت امروزی ایران ذره ای اسلامی تر در مفهومی که من میبینم اون رو از حکومت پیشین نیست، اصلا چنین چیز نیست. فقط این جایی رو گیر آورده این حکومت که میدونه اعتقادات مردم در اونجاست و اون اعتقادات که بیشترش هم خرافات رو تقویت میکنه. شما نگاه بکنید به امامزاده سازی هایی که کردن، نگاه بکنید به جمکران و دیگری، اتفاقا میبینید که چقدر با روح اسلام این گونه کارها در تضاد. اون روح علم‌آموز اسلام، اون روحی که اطلب العلم ولو به سین رو تبلیغ میکنه، اون روحی که از توش یک فضای بازی بیرون میاد که در خلافت عباسیان در بغداد میان رهبران یهودی و مسیحی و زرتشتی و مسلمان با هم مباحثه میکنن و مناظره میکنن. این فضا فضایی است که بعد از آمدن اعراب ایران، بعد از اون ایرانی های اولی که البته جنگ بود دیگه و در جنگ حلوا پخش نمیکنن به اصطلاح، بعد از اون جنگ ها این کم کم تربیت شد. و بله، البته کسانی مثل رودکی و فردوسی و منوچهری و دیگران هم در ساختن زبان فارسی و هم در دادن هویت ایرانی به این نظام اعتقادی بسیار کارهای کارستانی کردند، ولی این به این معنا نیست که یکی از اینها خوبه یکی دیگه بده. هر کدام رو باید با امروز همراه کرد. مبتذیات زمان و مکان در هر مذهبی باید به اجرا در بیاد و به اجرا در میاد، خواه نخواه. همچنانی که همین نظام حکومتی هیچ قرابتی با 30 سال پیش خودش نداره،
میبینید که الان یک چیزایی رو میدونن که نمیتونن انجام بدن. مثلا اینا کاملا فهمیدن که دیگه زن ایرانی قرن 20 و 21 رو نمیشه در چادر سیاه کرد. ولی که تو تلاش خودشون رو میکنن که البته که میکنن زنها رو تحت البته که منطقه بازم همهشون یکسان نیستن. من فرق فارق قائل میشم بین خرافه پردازانی مثل احمد نژاد با کسی مثل سید محمد خاتمی، در این حال که با هر دو اینا توافق اصولی ندارم. ولی البته من ترجیح میدم در ایرانی قرار بگیرم که سید محمد خاتمی و نظر او برش حاکمه، چون میتونم باش مخالفت بکنم رو در روی خودش. دکتر شما میتونید به ایران سفر کنید؟ نه متاسفانه نه. میبینم که گهگاهی در روزنامه ها من حمله میکنند و اینها، و دلگرم شده بودم یک سال و اندی پیش بعد از پیروزی آقای روحانی و رفتم به گذرنامه گرفتم و امیدوار بودم، ولی بعدا در تابستان که قصد سفر به اونجا داشتم دیدم که چندین و چند مورد اتفاق افتاد که افرادی مثل من گرفتار شده بودن و در نتیجه این سفر رو حتی به توصیه دوستانی که در ایران ازشون خواهش کرده بودم به من توصیه بکنن که سفری بکنم یا نه، به توصیه اونها این سفر رو به تعویق انداختم. خیلی دلم تنگ هست برای ایران، ولی به ایرانی که احتمال این میده که کسی به خاطر عقایدش در فرودگاه دستگیر بشه و به زندان بیفته، به چنین ایرانی من ترجیح میدم سفر نکنم. البته این دلتنگی شخصی هم دلتنگی اندکی است. من این رو با سرگرم کردن خودم با زبان فارسی که بارزترین شاخص هویت ایرانی است با ادبیات فارسی جبران میکنم و زندگی. دکتر راجع به زبان فارسی میخواستم بیشتر صحبت کنیم، ولی در میان صحبتاتون دو سه مورد رو بهش اشاره کردیم که روح علم آموز اسلام رو بهش اشاره داشتید، ولی این چگونه هست که کشورهای اسلامی اون پیشرفتی رو که در غرب شاهدش بودیم از لحاظ صنعتی نداشتن، اگر اسلام واقعا روح علم آموزی داشته؟ خب البته که داشته، منتها شما باز این رو این معنی گیر که در اون روح در همگان و در همه زمانها مجال ظهور پیدا کرده. شما اگر به این 50 و چند کشور اسلامی نگاه بکنید یک حکومت نمیبینید. شما فکر کنید از این دنیان اینا فقط فکر کنید فقط مالزیه که کشور واقعا پیشرفته صنعتی میتونه قلم داده. اندونزی و مالزی هستن، ترکیه هستن، بقیه اگر تفاوتی میبینید خب در کشورهای غیر مسلمان هم عقب افتادی. شما میبینید شما مثلا کامبوج و لاوس و اینها رو دیگه از معادله حذف نکنید، آفریقا رو از معادله حذف نکنید. این نیست باز که جهان اسلام به خاطر اسلام به دلایلی عقب افتاده است یا خرافی تره. در همین کشورهای مسیحی شما میبینید که چقدر خرافه است، منتها تفاوت بارزش در این است که در اونجا جدایی مشخصی میان مذهب و حکومت قبول شده و به عمل در آمده، به صورت عمل در آمده که دیگه من در اون گناه با جرم متفاوته. در اونجا دیگه قانون از آیات قرآن و از آیات انجیل و تورات نمی شود نظام سیاسی ساخت. اون قانون رو باید بشر بنویسه، می توانی الهام بگیره از اعتقادات خودی و سرچشمه الهامش قرار بده، ولی آیه قرآن با ماده قانونی فرق داره. و اون جایی که می بینید شما می توانید یک فرهنگ پیشرو بر اساس اسلام بنا بکنید و یک فرهنگ واپسگرا بنا بکنید. الان چندین و چند کشور به نام اسلامیک ریپابلیک آف یعنی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی عراق داریم، جمهوری اسلامی افغانستان داریم، جمهوری اسلامی ایران داریم، جمهوری های اسلامی دیگری هم در آفریقا و اینور اونور داریم و هر کدومش یک شکل حکومتی دارن. بنابراین اسلام این نیست که به دلیل حضور قرآن و حدیث فقط یک نوع حکومت از توش در بیاد. اصلا چنین چیزی نیست. دکتر اکاگرم زمان انقلاب قبل از که خمینی به قدرت رسید، دکتر بختیار میگفتش این جمهوری اسلامی در هیچ فرهنگ لغات سیاسی دنیا وجود نداره و اصلا معنیش چی میشه؟ درست میگفت. ولی آیا فیلم یعنی محتوایی داره؟ معنی واقعا داره جمهوری اسلامی؟ هر جایی معنا و محتوای متفاوتی پیدا کرده که معنیش این است باید همه اینها به اعتقادات شخصی سپرده بشه و بنای دیگری برای حکومت در ایران ریخته بشه که در اون نه تنها یهودی و مسیحی و مسلمان شیعه و سنی بلکه بهایی و خدا ناباوران و همه مجال زندگی داشته باشن.
امیدواریم. و سخنرانی داشتین در همین مدرسه آفریقا و کاوشناسی دانشگاه لندن، تکوین حس میهن پرستی در دوران جنگ جهانی اول در ایران. کیفته بسیار دهم پرکنی دکتر. از بر اساس چه یافته های این سخنرانی ایراد کرد؟ چشم. کنفرانس در قالب کنفرانسی بود که به مناسبت 120 سال آغاز جنگ جهانی اول برگزار می شد و از من خواسته بودن که اثرات جنگ جهانی اول رو در ایران بررسی بکنم و چون من از ایران ادبیاتش رو بهتر می‌شناسم در ادبیات فارسی ایران بررسی کردم، به چندین و چند شاعر پرداختم. نسیم شمال وقتی میگه خاک ایران شده ویران ز سفیل، روسوفیل، انگلوفیل، ژرمانوفیل، در حقیقت سه گروه ایرانی حامیان کشورهای قدرت‌های اروپایی رو میگه که روی خونه‌هاشون پرچم‌های انگلیس و روس و آلمان رو نصب می‌کردند و اینها، و به این ترتیب از گزند قوای دشمن به اصطلاح خودشون در امان می‌یافتن، تا وحید دستگردی و تا بهار و دیگران که در این باره شعرهای فراوان به ادیب پیشوری هم البته، و بیش از هم پرداختم به یک داستان کوتاه جمالزاده به نام دوستی خاله خرسه که از همه بینندگان دعوت می‌کنم این داستان رو بخونند و خودشون تکوین حس میهن پرستی رو در این داستان دنبال بکنند. یادم جمالزاده در اون سالهای آخر عمرش 102 سال مثل عمرش قم کرد، میگفتش که دیگه دوستی واقعا ندارم، همه دوستانم هم رفتن و تک و تنها موندم در ژنو. بله. به هر صورت دکتر کریمی حکا خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتیم برای انجام این گفتگو. واقعا لذت بردم از همصحبتی با شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم در همین لندن ساکن بشید و با آمریکا بد نگردید. منم ممنونم از پرسش استادانه که مطرح کردید و اینکه این مجال رو فراهم آوردید که بینندگان در این صحبت دوستانه سهیم بشن. سپاسگزارم. ممنونم. قربانشون. مرسی.